خب زیش ترنن یعنی جدا شدن. طلاق گرفتن میشه زیش شایدن لاسن. خب حالا پروسه داره البته، اول زیش فرلیون یعنی عاشق شدن. خب زیش فرلیون نه اول زیش کنن لرنن، زیش کنن لرنن همدیگر رو با همدیگه آشنا شدن، دناخ آها زیش فرلیون عاشق شدن، بعد زیش فلوم نامزد شدن مثلا، بعدش هایغاتن ازدواج کردن، بعدش زیش شترایتن با همدیگه دعوا کردن، بعدش میاییم سراغ زیش ترنن جدا شدن، بعدش هم زیش شایدن لسن. خب بعدش هم از نو روز از نو روزی از نو. آخ 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 عجب دنیایی شده نه؟ خب اگه به جای 3-4 می داشتیم، خب دقت کنید 2 به اضافه 3 مساوی 5، 2 پلوس 3 گلیش 5. اگر حالا به جای 3 یعنی به جای این 3 4 می داشتیم، حالا که نداریم، و این موارد زیاد پیش میاد، مثلا میری تو دانشگاه یا توی مدرسه معلمه از کنیوکتیو استفاده میکنه در این موارد، مثلا میگه اگه اینجا اینو می داشتیم اینجوری میشد، یا به جای این فرمولو میبینید اگه به جای توی مخرج مثلا 4 می بود این اینجوری میشد، و این حالت تئوریا رو معمولا با کنیوکتیو میگن. حالا بگیم اگه به جای 3 4 می داشتیم، نتیجه حالا اینجا 5، نتیجه میشد 6 دیگه، 2 به اضافه 4 مساوی 6، 2 پلوس 4 گلیش 6. اگر به جای 3 4 می داشتیم، ون ویا به جای میتونیم به جای فیو هم بگیم، فیو 3 اینجا حالا اینجوری بنویسم، فیه هتن اگر می داشتیم، ما می داشتیم، ون وی فیو درای فیه هتن، به جای فیو میتونید بگید مثلا آنشتات. اینو باید نگاه کنم ببینم درست نوشتم یا نه. من فیو هم میتونید بگید، فیو آسون تره، فیو معنی به جای هم داره. When we fear dry fear hitten نتیجه 6 می بود، فعل باید بیاد اینجا. خب das Ergebnis wäre 6. یادم توی یکی از درس‌ها به جای این 6 رو اینجوری نوشته بودم، 6 نوشته بودم، یکی از دوستان تصحیح کرده بود. زکس خلاصه اینجوری می‌نویسن، اس ای سی ها اس، داس ارگیبنس ویره زکس دان ون ویر فیر درای فیر هتن ویره فیر میاد اینجا، ویره داس ارگیبنس نتیجه زکس. ون ویر انشتاد درای فیر هتن ویره داس ارگیبنس 6. اگه به جای 3 4 می داشتیم نتیجه 6 می بود، حالا که نیست. بعضی موقع جاهایی هست بهتر کنیوکتیو استفاده کنیم، حالا ممکن اینجا بگی خیال چیه، اینجا خیال نیست، ولی اینجوری میگن دیگه، باید تو محیط هم برید ببینید بعضی موقع آها اینجا کنیوکتیو استفاده کردن، کنیوکتیو خیلی قشنگ میکنه صحبت کردن. من به نشه رسیدم بعضی موقع توی زبان بیگانه شما میتونی یه احساساتی رو، یه افکاری رو بهتر بیان کنید با اون زبان. خیلی جالبه این، خیلی مثلا بعضی موقع ایرانی ها فارسی زبون ها یه سری احساسات رو خیلی بهتر میتونن تو زبان مادریشون بیان کنن، میان تو زبان خارجی میخوان همون رو ترجمه کنن بیان کنن، هیچ معنی نمیده واسه مخاطب آلمانیشون مثلا. این یه چیزی هست که ما باید یاد بگیریم که این تفاوت های فرهنگی است در واقع. ما نمیتونیم بگیم همیشه باید بیایم فارسی رو ترجمه کنیم و اونا هم بفهمن، همون لذت رو ببرن که ما مثلا از فارسی میبریم، یا ما همون برداشت داشته باشیم سری همون روز اول که یه آلمانی از اون زبانش داره. این زبان خیلی عجیبه، اصلا ذهن انسان هم تغییر میده، فرم و شکل مغز رو هم تغییر میده، نحوه فکر کردن رو هم تغییر میده. شما یه مدت با این زبانا کار کنید، یه زبان مثلا خارجی یاد بگیرید، نحوه تفکرتون هم عوض میشه. بنابراین یادگیری زبان خیلی خیلی به انسان کمک میکنه در شکل دادن یه جهان بینی نو، در اینم به آدم کمک میکنه. مثلا بعضی مواقع به انگلیسی یه سری چیزها رو خیلی خوب میتونید بگید، به آلمانی معمولا این حالت کنیوکتیوش
باعث میشه آدم خیلی خیالاتش انگار بهتر بتونه بیان کنه. خیلی جالبه. یا ممکنه زبان علم باشه، یه چیزای علمی رو بهتر بتونید با انگلیسی بیان کنید. مثلا من انگلیسی میخونم چیزای علمی رو خیلی سریعتر میفهمم تا اینکه فارسی بخونم. من فارسی میخونم چون ترجمه شده اون کلمه ثقیله، سنگینه، در ذهن جا نمیگه، یه جوریه. ولی شعر فارسی میخونم اوف، احساساتش خیلی بهتر به منتقل میشه تا حالا شعر انگلیسی مثلا. شعرهای آلمانی هم البته خیلی قشنگه. به هر حال اینو در نظر داشته باشید که کنیوکتیو، که یه زبان میتونه جهانبینی انسان رو هم تغییر بده. خب حالا ما خیلی درس داریم. اگه به جای اینشتین میبودم مشهور میبودم، اگه به جای اینشتین میبودم مشهور میشدم خیلی مهمه باید بگم، اگه به جای تو بودم دکتر میشدم، اگه به جای تو میبودم فضانورد میشدم، اگه به جای تو بودم وکیل میشدم، اگه به جای تو بودم مهندس میشدم، اگه به جاش بودم حامله نمیشدم، آبستن نمیشدم، باردار نمیشدم. این چیزا رو هم باید البته بگم من. خب اینا رو میذارم واسه درس بعد، خیلی شد فکر کنم نه. خب یه بار دیگه اینا مرور میکنیم. wenn ich für drei vier hätten wäre das ergebnis 6. wenn ich sie wäre würde ich mich trennen. wenn ich er wäre würde ich mich trennen. wenn ich er wäre würde ich sie verlassen. اگه اون پسر می بودم اون دختره رو ترک میکردم. wenn ich sie wäre würde ich ihn verlassen. اگر اون دختره بودم اون پسره رو ترک میکردم. wenn ich du wäre würde ich sie heiraten. اگر به جات بودم باهاش ازدواج میکردم. wenn ich du wäre würde ich das nicht machen. würde ich das lieber nicht machen. lieber ممکن اینجا بعضی آقا بیارن würde ich das lieber nicht machen. اگر به جات بودم اون کار رو نمیکردم، ترجیحاً نمیکردم، بهتر بود، بهتر میبود نمیکردم. با ترجیحاً ترجمه کنید. wenn ich du wäre würde ich das lieber nicht machen. یا میتونید اصلا مستقیم بگید mach das lieber nicht. ترجیحاً اون کار رو نکن. mach das lieber nicht. حتما نباید بگید wenn ich du wäre. من فقط منظورم اینه که شما بعضی مواقع ممکنه کنیوکتیو رو به کار ببرید، صحبتتون قشنگتر میشه. حالا میتونید اینجا مستقیم بگید mach das lieber nicht. تموم شد. نکن اون کار رو ترجیحاً. غلطه؟ نه. خب پس اینم از این درس، درس 140. براتون چند تا تمرین دارم. بگید اگر من به جای اینشتین بودم یا می بودم مشهور می بودم. و بعدش بگید اگر من به جای اینشتین می بودم مشهور می شدم. نمیدونم میتونید این دوتا تفاوت رو حس کنید. اینجا این که آسونه، اینو باید بتونید. مهم برای من اینه که آیا میتونید اینو هم درست بنویسید؟ اگر به جای اینشتین می بودم مشهور می شدم. نگفتم می بودم، می شدم. وردن فعل شدن هست، البته ما وردن هم نیاز داریم. یعنی در واقع وردن و وردن انگار این تو این جمله باید باشه هر دو. این دوتا رو حتما کامنت بذارید، این دوتا جمله رو کامنت بذارید زیر هر دونه، زیر هر ویدیو یه دونه کامنت باکس هست. جوابتون رو زیر توی کامنت باکس بنویسید، چه تو سایت چه تو یوتیوب بنویسید و من تصحیح میکنم. و دوستان دیگه هم میان و مینویسن. خوبی دیدن آنلاین درس ها اینه، شما میاید میبینید ای من یه سوال داشتم، ای جوابم گرفتم، ای اینم همین سوال رو انگار داره، پس فقط من نیستم که مثلا این حالت واسم پیش اومده یا اینو نمیفهمم. همه مثلا خیلی ها اینجوری هن. و این باعث میشه که انسان از نظر ذهنی و روانی هم پیشرفت کنه تو زبان. و بعضی هم ممکن میرن تو خودشون میشینن همینا رو میشینن نگاه میکنن بدون که تو جمع باشن یا تو جمع حالا مجازی باشن. اینم خیلی خوبه، میاد آدم میبینه دیگران چیکار میکنن و بعضی مدت میبینی مثلا انگیزه شون یه دفعه میاد پایین. چرا؟ چون میبینن مثلا یه چیزی رو نمیفهمن، بعد میبینن اونم اینو نمیفهمید، جوابش اینجا گرفته، اونجا یه کامنت گذاشته یه نفر، من اینو جوابش گرفتم. خیلی خوبه این. بنابراین سعی کنید همیشه آنلاین نگاه کنید، بیاید نگاه کنید دیگران چی نوشتن، خودتون یه چیزی بنویسید، خودتون یه چیزی نمیدونید بنویسید. خیلی از دوستان هستن که میان بهتون جواب میدن، حتما نباید من باشم اونجا جواب بدم. خیلی از دوستان هستن که اصلا با آلمانی به فارسی دات کام، مثلا از آلمانی به فارسی دات کام 3 سال پیش 4 سال پیش شروع کردن و الان خودشون یه پا استادن در واقع. و البته بعضیشون به من هنوز ایمیل میزنن و میگن ما پایمون رو از شما داریم و من البته خوشحالم. خودشون زبانشون هم خیلی خیلی خوبه و من برای همه آرزوی موفقیت میکنم. ایشون شو ایش آله
viel Glück und viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Tschüss.